خداوندا در این دنیای بیرحم وجودم را به دستت می سپارم، به تو محتاجم و بی تو من هیچم، به لطفت روشن است شبهای تارم، دو دستم می آید به سویت، بگیر و مایه آرامشم باش، تو ای سنگ صبور مهربانم، تقاضای دعا و خواهشم باش. خداوند زمین و آسمانی، تو حاکم بر امور این جهانی، مرا فرمان گذار درگهت کن، تو ای عشق عظیم جاودانی، تو ای عشق عظیم جاودانی. عزیزانی من گلوی من سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه هر جای دنیا که هستین. مینا مددی هستم با برنامه علمی عبادی قدرت پنهان. انشاءالله نور الهی، نور قدرت پنهان تو خونه تک تک شما عزیزانی من باشه. نازنینای من، گلوی من، جای قدردانی و سپاسگزاری از شما عزیزا هست که هنوزم زنگ میزنین قدردانی میکنین برای مراسمی که برای عید قربان و عید قدیر در مسجد داشتیم. سپاسگزارم از لطفتون و ممنونم از اون همه محبتاتون، ممنونم از نامه های قشنگتون که میگین اینا رو مینویسیم برای روئر. ولی نازنینای من، گلای من، سپاسگزارم همین که تشریف فرما شده بودیم به مسجد، برای ما بسیار سپاسگزاریم از لطفتون و میبخشید که این نامه ها رو نمیتونیم، وقت نداریم عزیزای من بخونیم. ترجیح میدیم نامه های عزیزانمون که از کشورهای دورتر به دستمون میرسه تا اونجا که وقت به ما اجازه میده سعی کنیم اونها رو جوابگو باشیم، مثل ایران، مثل اروپا، مثل کشورهایی که نازنین من برنامه رو میبینن، استرالیا و کشورهای دیگه. اگه بخوایم اسم بیاریم تمام وقتمون میشه با برنامه، با اسم آوردن معرفی کشورها. بس انشاءالله که موفق و معین باشین عزیزانی که از تورنتو، همین که کنارتون بودیم ما خوشحالیم. و امروز عزیزانمون تماس گرفته بودن و میگفتن مینا 29 تا سبد گنده فقط نامه داریم از عزیزانی که اینجا بودن. عزیزای من، گلای من، میدونیم وقتی شماها این انتظار از ما نداشته باشیم، وقتی کنار ما هستین دیگه نامه برای چی؟ بس وقتی میبینیم اتون، باهتون صحبت میکنیم، قدردان هستیم و خدا رو شکر میکنیم، سپاسگزاریم که شما شانس دیدن ما رو دارید. عزیزای من، خطی بگیریم با شما عزیزا باشیم. در این که میدونم سوالاتتون بسیار زیاد، سوالات مختلفی دارین، با تلفناتون متوجه میشیم و نازنینای من خطاتون رو جواب بدیم و سوالاتتون رو بین برنامه. البته جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام و عرض ادب سلام خانم مینا خانم و هفت استاد بزرگ. مرسی نازنینم، زنده باشید. قربونت برم، لطف داریم. بفرمایید خانمم جانم. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران، بله. به چه اسمی؟ دعا به اسم فاطمه مادر نرگس. هم معجزه ها نازنینم. آقا یحیی از یزد که نابینا بودند، بله، به لطف نور الهی و عبادت هفت استاد ارجمند شفا پیدا کردند. بله. آقای خانم علمداری در اثر تصادف فتنخا شده بودند، به لطف نور الهی و عبادت هفت استاد ارجمند شفا پیدا کردند. مرسی عزیزم. عبادت برای چی میخواه؟ عشق و محبت. خدای مهربان هدیه کنه بهت عزیزم. دستتون رو میبوسم اینا خانم، اگه لطف کنید دستتون رو بالا ببرید. قربونتون برم. میذاشتی من عبادت رو مینوشتم بعدا خانم. این برنامه رو واقعا چند وقت داری نگاه میکنی؟ اولین بارت خانم؟ نه خیلی وقت. مینای عزیزم
خانم هم چند تا چیز رو من همین اول برنامه برای عزیزا عرض کنم. یه دونه از خواهشی که از من کردن حتما انجام بدم. اول برنامه گفتن اعلام کن که خانمایی که لوس صحبت میکنن سریع قطعشون میکنی. اوکی خانمم؟ و عزیزانی که حرفامونو اصلا علاقمند نیستن گوش کنن، فقط علاقمند هستن ما حرفاشونو گوش کنیم، با عرض معذرت میگن عبادت هم که مینویسی بذار کنار و همون جا براشون پاره کن که متوجه بشن که عبادت انجام نمیشه براشون. و متاسفانه اولین تلفن من بودی، ولی جفت این ایرادا رو عزیزم در تو بود. حالا ما با تو چی کار بکنیم؟ خودت بکن. خانمم قد شدی انگار، درسته؟ بله گوش نگرد. نه قد نشده بودی نازنینم، چون حرفا رو گوش نمی کنین متاسفانه. خب عزیز من، نازنین من، اینجوری متوجه میشیم که شما عزیزا اصلا احساس عبادی ندارین. و عرض کردم شنوندم باش نازنینم، خطی بگیریم با شما باش. جانم بفرمین. سلام و عرض ادب خدمت شما مینای عزیزم. زنده باشین خانمم. یه لحظه اجازه میفرمایید من یه گفتنی رو عرض کنم بعد با شما صحبت کنم. راستی از اتاق فرمان بهمون میگن که این خانم شنونده خوبی نبود. راستی چگونه میتونه عشق خوبی باشه؟ چی میدونه از عشق؟ راستی خود عشق بسیار مقدسه. توی که توتی وارانه حرف میزنی نازنینم، به حرفا دقت نمی کنی، راستی من فکر نکنم به عشقتم همچین همیتی بدی. امیدوارم که عشقو بشناسی. اسم عشقو خدایی میکرده خراب نکنید. خطی بگیریم و البته سرخط هستیم. بفرمی خانمم جانم، حالتون خوبه؟ بفرمی. مرسی سپاس گذارم، من خوبم خدا را شکر. زنده بشی. از ایران عزیزم رو تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. بله. به چه اسمی؟ نام سمیرا، نام مادر زهرا. و از معجزه قدرت پنهان خانم مرجان که سالیان طولانی مادر شوهرشون خانم متاسفانه توبا نفاهاتی اونو اسیر تلسم سیاه کرد که نوشون به دنیا نیاد. بچه به دنیا اومد اما ناقص بود. چندین سال بچه رو با درد و نارنجی بزرگ کرد تا اینکه مهاجرت کردن که از پزشکان کشورهای دیگه کمک بگیرن، اما نشد. مدت 11 سال برنامه علمی عبادی رو میشناختن، درخواست عبادت 3 ساعته کردن. به لطف خداوند و دعای استادان گرامی پوریای عزیز شفای الهی شامل حال شد. الان مدت 4 ساله. امروزه پوریای جوان و زیبا در مسجد دیگای سنگی رو جابجا میکنه. مادر شوهر مرجا خانومم امروز از دنیا رفته و دائم به خوابشون میاد و میگه من بسیار در عذابم. مرجان عزیزم میگه من از این آینه رو ندارم که روحشون آرام بگیره. از شما تقاضا کردن که از استادان گرامی خواستن که عبادت کنن براشون که آرامش داشته باشن و گفتن درسته که او زندگی من و فرزندم رو خراب کرد، اما من از قدرت پنهان آموختم که اونو ببخشم و گذشت کنم. زنده باشی، ممنونم از لطفت خواهر گلم. عبادت برای چی میخوای؟ برکت گشایی. خدای مهربان برکت تو زندگی بهتون هدیه کنه. خانمم نازنینم جانم بفرمایید. جونم بفرمایید. خواهش میخواستم بگم امیدوارم عزیزانی که میان رو خط واقعا از ته دلشون این برنامه رو قبول داشته باشن و بپذیرن. من وقتی که میگم به لطف خداوند و دعای استادان گرامی خودم اون معجزه رو حفظش میکنم. دقیقاً قبولش دارم. الهی این چنین باشه. این حرصیه که ما صبح تا شب میخوریم و متاسفانه یه سری جدیدن عزیزانی میان رو خطمون، خوشحال میشیم که از این که میتونن برنامه علمی عبادی رو ببینن، ولی عزیزانمون هیچ اطلاعی ندارن و زنگ میزنن و خانم من شفا میخوام. آخ عزیزم نازنینم، شفا رو لطف پروردگار هدیه میکنه. تا حتی اطلاع ندارن که من عبادت نمیکنم. عبادت ها از طریق نور الهی و 7 استاد نازنینه. تا حتی اینو خواهر من خبر ندارن. متاسفانه مشکل داریم با ایشون. بله یه مقدارم امیدوارم که خوب. بله متاسفانه یه مقدارم حرفای قشنگ از دهنشون در نمیاد وقتی میبینن که عبادت نمیشه براشون انجام بشه. متاسفانه بله. انشالله که اونا هم پروردگار بهشون روشنایی بده و بیاموزن راه الهی رو. مرسی خواهر گلم، به خدا میسپارم. انشالله.
قربونتون زنده بشید. سپاسگزارم. روی ماهتون خدا حافظت. عزیزای من، گلای من، هر کدومتون در جاهایی زندگی میکنین که بله الان دیگه پاییزه و عکسای بسیار قشنگ و زیبایی هستش که مربوط به کشور عزیزمون ایرانه، اگه علاقمند هستین که براتون نشون بدیم میتونین برامون بفرستین و پاییز کشور عزیزم ایرانو ما ببینیم، انشالله یه روز بشه خودشو ببینیم و برای شما عزیزا نمایش بدیم، چرا که نه عزیزای من، عکسای کشور عزیزم ایرانو از پاییز، گرچه تمام فصلای کشور عزیزم قشنگ و زیباست. ما هم سعی میکنیم امروز میبینیم که یه سری بلگای درخت و رومیز داریم، به این دلیل که نازنینای من الان در حال حاضر این کشور بلگاش درختاش به همین رنگاست، البته قرمز قرمزم میشه تا چند روز دیگه بلگا، باز هم سعی میکنیم از اون بلگا بکنیم بیاریم بذاریم رومیز که شما عزیزای من فصل اینجا رو هم سعی کنیم ببینیم، خطی بگیریم با شما عزیزا باشیم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام خدمت خواهر عزیزم. سلام بردارم، حال شما نور الهی. زنده باشین، سپاسگزارم از لطفتون. خدا قوتت بده، سلامت باشی. ممنونم عزیز. کشور عزیزم ایران زن میزنم. کشور عزیزم ایران. بله، به چه اسمی؟ بله، عبادت میخوام برای سیما نام پدر ابراهیم. بله. معجزه ها بفرمی خواهش میکنم. بله خواهر عزیزم، از معجزات قدرت پنهان مرجان خانم عزیز که با همسرش توی کارخونه کار میکردن. بله. هر دوتاشون هم پزشک بودن. بله. همسرش دائما از او ایراد میگرفت و علاقه ای به دیدن مرجان خانم نداشت و مدت 9 ماه بود که جدا از مرجان خانم زندگی میکرد و به دیدن خانمش نمیومد. مرجان خانم عزیز که همسرش رو خیلی دوست داشت میخواست زندگی رو با همسرش علی آقا ادامه بده، با گرفتن آب مقدس و استفاده از اون با لطف پروردگار بزرگ و دعای 7 نور الهی زیباییش رو به دست میاره. یه روز توی نهارخوری پشت میز نشسته بود، علی آقا اومد دید خانمی بسیار زیبا اونجا نشسته و گفت شما هم نام و تقریبا شبیه خانم من هستید. مرجان خانم عزیز میگه اگه من همسرت بودم از من جدا میشدی. علی آقا از کرده خودش شرمنده و پشیمون میشه، از همسر عزیزش به خدای بزرگ طلب بخشش میکنه و به زندگیش بر میگرده. مرجان خانم عزیز به شکرانه این نعمت بزرگ به نیت 7 نور الهی، 7 آب مقدس به 7 دختر هدیه میکنه. ایشالله مبارکشون باشه. خدایا شکرت 100,000 بار. آمین. زنده باشیم، ممنونم از لطفتون. عبادت برای چی میخوای بردارم؟ برای سلامتی و آرامش میخوام. سلامتی و آرامش رو خدای مهربان تو زندگی بهتون هدیه کنه. خدا یارو نگهدارتون. زنده باشی. خدا حافظ. عزیزای من، گلای من، یه سری از خانوما و یه سری هم از آقایون برای ما نامه فرستادن و بله از مسئله ریزش مو گلگی کردن، از جوش صورت گلگی کردن، از لکای صورت گلگی کردن و برای ما نامه های بلند بالایی نوشتن. البته نامه ها رو نخوندیم، اینو عرض کنم خدمتون، همون 2-3 خط اولیه. نازنینای من، وقتی عزیزانمون که نامه ها رو میخونن همون خط اول و دوم وقتی میبینن اینجوریه کلن نامه رو نمیخونن. امیدوارم، اینو بارها گفتم که خواهش میکنم نازنینای من به خودتون لااقل یک کمی دقت کنید. میبینیم که عزیزانمون بله برمیدارن نامه ها رو، خیلی ریزخط و خیلی چیز مینویسن، سعی میکنن که ورقاتش کمتر باشه ولی بیشتر بتونن منظورشون رو برسونن. نازنینای من، عزیزای من، ما که پزشک متخصص پوست نیستیم، شما ها برای ما اینجوری توضیح میدین و این نامه ها متاسفانه بدون اثر ریخته میشه دور. عزیزای من، امیدوارم که اینا رو، چون ازتون چندین بار خواهش کردیم، گفتیم عزیزای من لطف بفرمایید برای ما نامه بلند بالا ننویسید و اگرم برای ما دارید نامه مینویسید داری هزینه میکنی، پول پست میدی عزیزم، نازنینم، 2 خط راستی راجبه چی میخوای نامه بنویسی عزیزم؟ اگه راجبه بعضی از عزیزانمون میبینیم متاسفانه نامه مینویسن که مینا وضع مالیمون خرابه، ماهیانه یه مقداری رو برای ما بفرست.
عزیزای من، گلای من، آخه برنامه علمی عبادی نداره چنین شرایطی رو. شما در نظر بگیرین 75 میلیون جمعیت هستیم، جمعیت ایرانی. بس شما در نظر بگیرین که این جمعیت فقط 35 میلیونش در 25 میلیونش خیلی در ردی خوب دارن زندگی میکنن و بقیه شون معمولی. و عزیزای من، بیشتر ملت من، عزیزای من، نازنینای من، شرایط متاسفانه شرایط مالی بدی داره. بس شما این چنین، یعنی فکر کن بگو قدرت پنهان نازنینم پولی نمیسازه. قدرت پنهان تنها برنامه‌ایه که سعی میکنه عزیزم برای بچه های خیابونی کمک باشیم، اونم با کمک عزیزانمون، با بیننده های مهربونمون، با بیننده هامون که قدیمی هستن، برنامه رو میشناسن، درباره معجزه هاش میدونن و دوست دارن در این مسائل خیریه شرکت کنن، اونها هم هستن نازنینای من. و داریم بچه های خیابونی، میدونی شما که در کشور عزیزم ایران زندگی میکنی عزیزم، میدونی در روز چند تا بچه های خیابونی ناپدید میشن و متاسفانه جنازه هاشون کنار جاده یا در بیابونا پیدا میشه و هیچ کسی هم بهش اهمیت نمیده. نازنینای من، عزیزای من، اگر الان میبینید که بله تعداد بچه های خیابونی خیلیاتون هستین، برامون نامه مینویسید یا تلفن میزنید یا ایمیل میفرستید، ممنونیم که بچه های خیابونی کم شده، ما هم از شما ممنونیم. ولی آسون نبوده عزیزای من، تمام هم نوعی من کمک کردن که بچه خیابونی نازنینای من کم شدن. امیدوارم نازنینا، عزیزای من، امیدوارم خدای مهربان کمک کنه که اصلا ما بچه های خیابونی نداشته باشیم. امیدوارم این چنین باشه. ولی نازنینای من، نامه میفرستید و میگید بله برای ما ماهانه بفرست. نازنینم عزیزم، بله اتاق فرمانم به ما میگه که اشتباه کردن، که فکر نکردن که ما اینجا شرکت نفرند. اینم از گفته های اتاق فرمان. عزیزای من، گلای من، دردتون رو درک میکنم، ولی لطف بفرمایید ما را، شما هم ما رو درک کنید. اجازه بدید ما برای بچه ها کمک باشیم، برای کسانی که شما در نظر بگیرید چند عده هستن که الان در پرورشگاه ها بزرگ شدن. عزیزای من، اینا میخوان بیان تو اجتماع، هیچ کس رو ندارن و هیچ محبتی، هیچ خونه‌ای، هیچ فامیلی، هیچ کسی رو ندارن. و برنامه علمی عبادی تنها مسئولیتی که میگه خب ما باشیم، نه تنها من، با شما باشم که بتونیم برای اینا، عزیزای من، سرپناه درست کنیم، بتونیم برای اینا ازدواج میخوان بکنن، کار میخوان بکنن. آخه شما در نظر بگیرین هر سال چقدر بچه ها در پرورشگاه، عزیزای من، سناشون قانونی میشه میرزنشون بیرون. اونا کیا میشن عزیزا، نازنینای من، اونا کیا میشن؟ همون خدای نکرده خلافکارای کشور من و تو که زندگی خانواده ها رو میتونن به خطر بندازن. بس بیا همون موقعی که هنوز از پرورشگاه میگن دو ماه دیگه، یه ماه دیگه در میان، بیا برای اونا کمک باشیم. بیا وقتی میان تو اجتماع بدونن یه سرپناه دارن، بدونن یه کسی رو دارن که نازنینم عزیزم به فکرشونه. اینا که اندازه کافی ضربه خورده هستن، لااقل بذار این چنین کمک باشیم برای اونا. اگه خانواده ای هستی وضع مالیت بده، متاسفم، الهی که خدای مهربان پروردگار بهت برکت بده. ولی نازنینم باسم خدا رو شکر کن که فامیلو دارین، همدیگر رو دارین، میتونیم برای همدیگه کمک باشین. ولی یه مقداری هم به اون عزیزی فکر کن که الان از پرورشگاه داره میاد بیرون، از اونجا بیرونش میکنن، نه سرپناهی داره، نه شغلی داره، این میاد تو اجتماع چیکار میشه عزیزم؟ زندگی خانواده ها به خطر میافته عزیزم. بس قبل از این که به خطر بیفته چیکار کنیم؟ بیا کمک کنیم. اینا که میخوان بیان بیرون براشون تولید کار کنیم، براشون تولید زندگی بکنیم، یه سرپناه براشون قرار بدیم. انشالله درد ما رو، مشکلات ما رو نازنینای من درک کنین. اونایی که مسئول هستن درک نمی کنن. ولی ملت عزیز نازنینم، شما که درک میکنین، امیدوارم که شما عزیزای من این چنین از من توقع نداشته باشین که من ماهانه برای شما عزیزا هزینه بفرستم.
باور بفرمایید اختیار پول نفت با من نیست نازنینا. انشالله که پروردگارم خدای مهربان به اونایی که مسئول هستن رحم تو قلبشون بده که نازنینای من به جای اینکه پول نفتامون تو این کشورا آسمون خراش بشه ای کاش خرج ملت هم بشه. عزیزای من گلای من خطی بگیریم و با شما عزیزا باشیم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام اینا جا، خوبی؟ خسته نباشی؟ من خوبم شکر خدا، شما خوبی عزیزم؟ بفرمی خانمم. ممنونم ازتون. من کشور عزیزمون ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران؟ بله. به چه اسمی؟ مادر میخوام برای آرش، مادر سرعی هم موجزه ها نازنینم. بله مرجان خانوم بودن که وقتی فرزندش به دنیا میاد فلج بوده و تو با مادر شوهرش براش تلف کرده بود که فرزند از بین بره. وقتی بچه به دنیا ولی بچه به دنیا میاد ولی ناقص به دنیا میاد. بله. و مرجان خانوم چندین سال به خاطر این مشکل با درد سفری میکنه و مادر شوهرم از دنیا میره بعد از چند سال و مرجان که فرزندش رو به امید بهبودی به خارج از کشور میبره و خوبیای عزیز به لطف خدا و عبادت حق افتاد عزیز شفا پیدا میکنه و تو با هر شب خواب مرجان و دخترش میاد و میگه که من بسیار در عذابم و مرجان میگه که من پول ندارم برای مادر شوهرم. یه لحظه بوشی جانم این برنامه رو اصلا بینندش هستی؟ بله همینو الان برای ما اصلا نیم ساعت نیستیم عبادت رو برای ما گفتن، تو درست اومدی همونو برای ما دوباره شروع کردی به گفتن. باشه مینا جان یه دیگه رو بگم. خانم وقت تموم شد، معذرت میخوام. نه تو برای وقت نه نه عزیزم، نه وقت مال من نیست، مال بیننده هامه. آره عزیزم اگه بیننده من هستی دقت کن، وقتی عبادتی رو که اون روز گفتن دیگه اونو ما نمیتونیم بپذیریم. عزیزم نازنینم وقت مال من نیست، وقت مال اون خواهر برادر توه که 20 دقیقه نیم ساعت دو ساعت بعضیاشون وامیستن پشت خط، وقت مال اوناست. نمیتونم نازنینم تمام ای رو در اختیار تو بذارم که. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام عرض میکنم خدمت شما. سلام خانمم، حال شما خوبی نازنینم؟ بفرمایید. ممنون از شما جانم. کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران؟ بله. عبادت میخواستم به نام فرشید، نام مادر فاطمه. بله. از معجزه ها چی میدونی عزیزم؟ از معجزات قدرت پنهان، فریبا خانم بودن که 20 سال بچه دار نمیشدن، به لطف خدا و دعای 7 سال عزیز بچه دار شدن و شوهرشون هزینه تصویر 25 و 40 فرزند رو به عهده گرفتن. بله. دیگه چی میدونی خانمم؟ منصور خانم بودن که قدرت تکلم نداشتن اما به لطف خدا و دعای 7 استاد عزیزم شفا پیدا کردن و اولین حرفی که به همسرشون زدن گفتن دوستت دارم و ممنونم که منو تحمل کردی. مرسی عزیزم. عبادت برای چی میخوای؟ برای برکت گشایی. خدای مهربان برکت بیاره تو زندگی عزیزم. خدایا رو نگه داره. ممنونم مینا جان. اگه میشه دست پر برکت جان برام بلند کن. چشم خانمم. خدا نگهدار. خدا ممنونم. خدای مهربان سلامتی آرامش برکت تو زندگی بهت هدیه کنه نازنینم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام اینا خانم، خسته نباشید. سلام خانم، هم حال شما خوبی نازنین؟ بفرمایید. سپاسگزارم. زنده باشید. شما خوب هستید؟ من خوبم مرسی جانم. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران؟ بله. به نام مرضیه پدر مهدی. از معجزه ها خانم سکینه عزیز که در یک روستا زندگی میکردن و خونه قدیمی داشتن. فرزند کوچکشون از این خونه وحشت داشت و خیلی بیقراری میکرد. در این روستا خانم معلمی بودن که با برنامه علمی بودی آشنایی داشتن و ایشون ماما هم بودن. بله. ایشون به خانم سکینه کمک میکنن و آینه تهیه میکنن. بله. با عبادت اساتید عزیزم متوجه شدن که در این خونه روح خبیث هست و این روح خبیث از کد خدا بوده که در این روستا در زمانی که زنده بوده به مردم خیلی ظلم کردن. با عنایت پروردگار و عبادت استادای نازنین روح خبیث از بین میره و در این خونه طلای زیادی به ارزش 100 میلیون دلار پیدا میشه. شکر خدا. زنده باشی. عبادت برای چی میخوای عزیزم؟ برای برکت گشایی میره. خدای مهربان برکت تو زندگی بهت هدیه کنه. خدا یارو نگهدارتون. زنده باشی. زنده باشی عزیزم. عزیزای من، گلای من، یه دونه از خانم دکترا، خانم دکترایی که بله جزو شفا گرفته های نور الهی هستن لطف پروردگار. نازنینای من این چنینه که سارای عزیز، سارا رو
داریم راجبش صحبت میکنیم. سارا 10 سال پیش شفا گرفت از نور الهی، از لطف خدای مهربان. سارای عزیز این چنین بوده که عزیزای من، گویا عروس و مادر شوهر با هم اختلاف داشتن. چقدر سخته برامون میگیم، چون من خودم یادم میاد که یعنی هنوزم بعد 7 سال از دست دادن همسرم، هنوزم مادر شوهرم و مادر صداش میکنم، هنوزم دست و پاشو میبوسم، هنوزم میگم بوی همسرم از تو میاد. نازنینای من، ایشونم انقدر مهربون و با محبت هستن به من. عزیزای من، گلای من، یه خورده برامون سخته که براتون عنوان کنیم که عروس و مادر شوهر مشکل دارن، ولی متاسفانه این چنینه. متاسفانه این چنین بوده که سارای عزیز و گویا مادر شوهر و عروس مشکل داشتن با هم. مادر شوهر علاقه من بوده که دختر خواهرشو پسرش بگیره و متاسفانه بله این چنین نمیشه و با سارا، با مزن خواهم، با منیژه پدرش، یعنی دختر سارا، دخترشون نازنینای من، و منیژه میگه که بسیار مادر شوهر عذابم داد. همیشه دختر خواهرشو میآورد تو خونمون و سعی میکرد که با رسول این چنین رفتار کنه که ببین دختر خالت چقدر زیباست، ببین چقدر با هنره، و متاسفانه از این حرفا. و میگه سالهای طولانی گاهی رفتم خونه مادرم، گاهی اینجا زندگی کردم، سالهای زندگیم گذشت. و رسول گویا یک روز میشینه به مادرش میگه که مادر، آخه من سارا رو دارم دیگه، بچه دارم، سعی کن فراموش کنی این نموشه به اصطلاح بی محبتی ها رو، مشکلات رو. متاسفانه نازنینای من، مادر بزرگ مشکلی برای سارا پیش میاره که سارا متاسفانه عزیزای من، گلای من، برای مدت طولانی توان راه رفتن نداشت و متاسفانه از مشکل نابینایی هم رنج میبرد. عزیزای من، نه کاملا نابینا، مقدار کمی دید داشت. عزیزای من، خیلی خوبه که برنامه علمی عبادی رو وقتی نگاه میکنین با دقت گوش کنین. نور لطف خدای مهربان، مادر بسیار زحمت کشید و بله برای سارای عزیز عبادت شد و سارای نازنین این چنین شد که شفاشو به دست آورد. و مادر گفت هرگز دلم نمیخواد به طرف مادر شوهرم و همسرم هرگز برم، دلم میخواد اینجا راحت، فرزندم راحت باشه. و امروزه میبینیم که سارای عزیز، نازنینای من، یه پزشک اینجا، البته مدت 3 ساله که ایشون پزشک هستن، و شکر خدای مهربان، شکر پروردگار، نازنینای من جزو عزیزانی هستن که بسیار موفقن، بسیار باهوشن، خدا رو شکر میکنیم. و عزیزای من، گلای من، مادر بزرگ گویا پری روز بله سکته میکنه و میاد درست توی بیمارستانی که سارا هم اونجا کار میکنه، نازنینای من. و مادر شوهر اصلا یعنی در اصل مادر بزرگ، معذرت میخوام، مادر شوهر برای منیژه و مادر بزرگ برای سارا، سوال میکنه، میگه دخترم من آیا زنده میمونم؟ آیا من خیلی انسان خوبی بودم؟ و شروع میکنه از خودش تعریف کردن و سرا بهش میگه، سرا اصلا نمیشناسدش، نازنینای من، اصلا حافظش یعنی چیز نبوده که این خانمو بشناسه. به مادرش میاد میگه مادر، خانومی توی بیمارستان هست، یه احساس خیلی بدی بهش دارم، من یه پزشکم، باید به همه خدمت کنم، ولی نمیدونم، به این اصلا علاقه من نیستم خدمت کنم. و تا حتی توی بیمارستانم متوجه شدن، از من سوال کردن چرا به این مریض اونچنان سرا تو نمیرسی. و مادر بدون این که به اصطلاح اصلا منظوری داشته باشه میگه مریض چه شکلیه، چه جوریه، چون میدونسته که مادر شوهرم به این کشور اومده. و میگه مادر کنجکاو میشه، میگه این مریض تو بذار من برم ببینم.
و میره نازنین نایمن، بله، خانومی که سکته کرده بود، اسمشون متاسفانه زهره هستش، و بله عزیزای من، این چنین میشه که میبینه همون مادر بزرگ خودشه. سرا البته نهایت تلاششو داره میکنه و از اینی که برمیگرده میگه من همون سراییم که تو منو به گوشه بستر انداختی برای مدت طولانی، ولی خدای مهربان پروردگار شامل حالم شد و من تونستم بلند شم، تونستم درس بخونم و امروز پزشکم. در نظر بگیر که نازنین نایمن عزیز من، بله مادر بزرگ گویا اشک از چشای سرازیر میشه. الان فکر میکنین چی گفت؟ گفت احساس گناه میکنم؟ نه نازنین نایمن، مادر بزرگ برگشته گفته بس به من کاری نمی کنی که من سالم بشم. نازنینای من، گلای من، شما در نظر بگیرین چه موقعیت روحی از نظر این که سرا میبینه مادر بزرگش در بستره، چه مشکل روحی براش پیش میاد. و سرا گفته به خاطر اینکه این مریضو دلم نمیخواد وظیفه شکنی کنم و توی این مدتی که این مریض توی اون بیمارستان هست، البته 3-4 روز بیشتر طبیعتا نگه نمیدارن، به جای دیگه انتقالش میدن، و گفته که من ترجیح میدم مرخصی بگیرم و تو خونه بشینم تا اینکه ایشون از این بیمارستان وضعشون روشن بشه. دلم نمیخواد، خدا اینه کرده حرکتی داشته باشم که نکنه پیش لطف پروردگار گناهکار باشم. هدفش این نیست که ضربه بزنه، میگه نکنه هر سرویسی که بهش میدم نکنه باز هم کافی نباشه. خطی بگیریم، با شما عزیزا باشیم. و در این که سرا میگفت مینا اگه من براش آینه تهیه کنم عبادت براش میکنی؟ این هم سوالیه نازنینای من، اجازه بدین نظریات شما رو بگیریم. خطی بگیریم، با شما باشیم. جانم بفرمی. سلام عرض کردم. سلام دارم. سلام خانمم، حال شما خوبی؟ قربان شما. سلام و عرض ادب دارم. خانمم قشنگ با انرژی با همون صحبت میکنی؟ ازت خواهش میکنم اگه خوابالویی الان صحبت نکن. باش عزیزم، بگیر استراحت کن نازنین. جانم بفرمی. سلام عرض کردم. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما مینا خانم عزیزم و هفت استاد محترم. ممنونم عزیزم. جانم بفرمی. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران، بله، به چه اسمی؟ عبادت میخواستم به نام ابوالفضل، نام مادر فاطمه. اما معجزه ها چی میدونی نازنینم؟ فرشته خانوم عزیزم که مدت 3 سال ناراحتی قلبی داشتن، بله. بسیاری از افراد دوروبرشون میگفتن فرشته جان نمیتونه زندگی نرمالی داشته باشه که برسه به این که بخواد ازدواج کنه. دختر خاله نامهربونشون برای فرشته جان جادو درست که مدت 3 سال فرشته خانم از این ناراحتی قلبی رنج می بردن. فرشته خانم با تهیه آینه و درخواست عبادت 3 ساعته به کمک نور الهی و 7 استاد عزیزم هم شفا می گیرن و هم بخت گشا می شن و با آقای محترمی به نام آقای منصور ازدواج می کنن. قبل از مراسم عقدشون خاله فرشته خانم به آقا منصور میگن که این دختر مریضه و به زودی میمیره، تو چجوری میخوای باهاش ازدواج بکنی؟ آقای منصور که از شفا گرفتن فرشته جان خبر داشتن گفتن تو چجور خاله ای هستی که بیرحمانه برای خواهرزاده داری بد میگی؟ خاله گفته من خیر و صلاح تو رو میخوام. گفتم هنوز که وقت داری بری فکراتو بکنی. درست. آقای منصور از شفا گرفتن خانم فرشته خیلی خوشحال بودن و خاله میگفته که چی شده که رنگ و روی فرشته جان عوض شده. قبلا 39 کیلو بوده، قد بلندی داشته، اما الان تپر شده. چه بلایی سرش اومده که باید در جواب به این خاله بگیم که بلا ازش دور شده، نه اینکه بلا سرش اومده. دختر خالهشون در مراسم عقد خیلی عصبانی و ناراحت و بیقرار بودن و خداوند متعال رو به خاطر این معجزه الهی هزاران مرتبه شکر به جا میذاریم. شکر میکنیم. مرسی عزیزم، زنده باشی. عبادت برای چی میخوای عزیزم؟ برای سلامتی و آرامش. سلامتی و آرامش رو خدای مهربان تو زندگی بهت هدیه کنه. خدا یارو نگهداره. خیلی ازتون ممنونم مینا جان. اگه دست گلتونم برام بالا رو برید ممنونتون میشم. چشم عزیزم. خدا یارو نگهداره. خواستم یک تشکر فراوانی هم از شما، از اساتید عزیزم و همه عزیزانی که عبادت 20 دقیقه‌ای رو برامون انجام میدن داشته باشم. دست همتون از راه دور میبوسم. خدا نگهداره. خدا یارو نگهداره عزیزم. خیلی ممنونم. خدا نگهدار. خدا خدای مهربان سلامتی و آرامش برکت رو تو زندگی بهت هدیه کنه. نازنینم خدا رو سپاسگزاریم که قدردان هستی،
که متوجه هستی نازنینم. انشاءالله که خدای مهربان و قدردانید هدیه کنه بهت بهترین ها رو. خطی بگیریم در این که نه یه سری سوالاتتون هم جواب بدیم نازنینای من. این چنین که برای این که گرفتار جادو هستی نازنینم، خیلیاتون به همون زنگ زدید و اگر خدایی نکرده فکر میکنی گرفتار جادو هستی نازنینم، مثال دست و پات به جایی نخورده، گردنت به جایی نمیخوردم، گردنش به جایی نمیخوره اصلا، و نازنینم اگر احساس میکنی که توی گردنه، توی بدنه، توی دست و پات بدون اینکه به جایی خورده باشه، یه موقع میبینی خود من نازنینای من انقدر با عجله را میرم، بله دست و پا به در و به در به دیوار و به صندلی میخوره، این مسئلهش جداست، طبیعیه، ما انسان هستیم عزیزای من، کبود بشیم. ولی عزیزم اگر نازنینم دست و پاد یا بدنت به هیچ جایی نخورده ولی میبینی که توی بدنت کبوتیایی داری که شکل بلگیه که چروکش کرده باشن، مثل بلگی میمونه که انگار مچالش کردن نازنینم، اون موقع میتونی متوجه بشی که گرفتار طلسم سیاه هستی. اگر نازنینم خدایی نکرده میبینی یه زمانی بسیار مهربون بودین با هم ولی الان میبینی همه تون با هم دعوا میکنین، با هم نمیسازین، تحمل هم دیگر رو ندارین، اون موقع میتونی متوجه باشی که خدایی نکرده گرفتار طلسم سیاه هست. و اگر خدایی نکرده میبینی عزیزی رو داری که خوابهای تکراری تو میبینی، خدایی نکرده خواب میبینی که خلاصه بر اثر یه حادثه ای از بین میره، صحنه تصادف خواب میبینی، یا اینکه کابوسای خیلی بد تو خواب میبینی، فریاد میزنی، از خواب پا میشی، وقتی از خواب پا میشی انگار ضربان قلبت بسیار زیاد تون میزنه و انگار خیس عرق شدی. نازنینم اگر چنین خوابی رو ببینی ازت خواهش میکنم 100% مطمئن باش که خدایی نکرده برای تو طلسم سیاه یا همون جادو بسیار قویه که داره الان خیلی شدیدن داره فعالیت میکنه، که انشاءالله اینا رو سعی کنی کنترل کنی قبل از این که نازنینم خدایی نکرده به مرگ و میر برسون. خیلی از عزیزانمون متوجه شدن نازنینای من که خانمی رو برامون مثال زنگ زدن، تماس گرفتن و میگفتن همسرم رو خواب دیدم که میگفت زن من گرفتار جادو بودم، تو چرا نفهمیدی که من امروز باید از تو جدا بشم. عزیزای من، گلای من، متاسفانه به این دلیل که جادو تو زندگی ها میارن خیلی آسونه. اینی که خدایی نکرده چه کسی برای انسان جادو میکنه نازنینم، فقط و فقط کسی باشه که از خدای مهربان قلبش دور باشه، قلب سیاه داشته باشه، بیرحم باشه، متاسفانه میتونه. و جادو کردن نازنینم خیلی مشکل نیست. اینی که انسان ها، شما در نظر بگیر نازنینم، فکر کن که اصلا یه آسمون خراشو بخوان خرابش کنن چقدر زمان میبره، چند تا بولدزر و چند تا پاعت میزنن و داغونش میکنن، شاید میتونه تا حتی خراب کردنش میتونه در عرض 2-3 روز بشه، ولی آباد کردنش عزیزم در عرض چند روزه، در عرض چند ماهه، در عرض چند ساله. آره نازنین من، بس اینی که بخوان خدایی نکرده ویران کنن خیلی آسونه، وقت زیادی، تخصص نمیخواد اونچنان نازنینم، علم نمیخواد، عبادت لازم نداره، درست همه اینا رو برعکسش رو لازم داره. عزیزای من بسیاری مردم هستن که متاسفانه شیطان صفتن تا حتی سواد ندارن نازنینای من، ولی میتونن جادو کنن، میتونن برای دیگران جادو کنن نازنینای من. بس امیدوارم اینا رو آگاه باشین، امیدوارم این نشونه ها رو بشناسی بدونی نازنینم. اگر خدایی نکرده یک موقع هایی احساس میکنی که نفست به سختی داره میاد برا، انگار که توی مغزت مشتی انگار داره مغزت رو فشار میده،
اینا نشونه های اینه که خدا اینه کرده جادو داری. از خدای مهربان، از پروردگار آرزو میکنم که هیچ کدوم از شما عزیزای من تو زندگیتون جادو نداشته باشید. ولی عزیزای من، نازنینای من، با آمارایی که گرفته شده در کشور عزیزم ایران و در پاکستان، جزو کشورایی که بیشتر از همه متاسفانه برای همدیگه جادو میکنم. امیدوارم شما نازنینای من، شما عزیزای من اینو متوجه باشین. نازنینا، دلیلش هم حسادت و متاسفانه ندیدن همدیگه است. نمیتونن همدیگر رو، موفقیت همدیگر رو متاسفانه بعضیاشون تحمل کنن. انشالله که خدای مهربان پروردگار کمکت کنه نازنینم. بسیار خانواده ها هستن که بر اثر داشتن جادو، نازنینای من، پدر خانواده به طرف مواد مخدر رفته، فرزندانشو کشیده و میبینی که آخه کدوم پدر میاد نازنینم فرزندشو، اگر معمولی باشه، نرمال باشه، کدوم پدر میاد فرزندشو به طرف مواد مخدر بکشه؟ متاسفانه جادو این چنینه. احساستو، عاطفتو، تمام اینا رو در کنترل میگیره عزیزم. امیدوارم خدای مهربان کمکت باشه و هیچ کدوم این نوع مشکلات سر راه نیاد. ولی نازنینم، بسیار زندگی ها هست که از بین رفته و میگن تازه مینا راجع به این مسائل وقتی تلویزیون رو روشن میکنیم متوجه میشیم زندگی هامون چرا این چنین شد. خطی بگیریم، با شما عزیزا باشیم. امیدوارم که پروردگار کمک یک به یکتون باشه. عزیزای من، جانم بفرمی. سلام عرض کردم. سلام خدمت میگم. سلام خانمم، حال شما خوبی نازنینم؟ بفرمایید. خسته نباشی، به شما خدا قوت میگم. زنده باشی عزیزم. سلام میکنم خدمت شما و هر اساتید محترم عزیزم. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران، بله. به چه اسمی؟ حسین، نام پدر عیسی. هم معجزه ها بفرمایید، خواهش میکنم. آقا سیاوش عزیز بودن که مهره معجزه تهیه کردن و به گنجینه رسیدن. به لطف خدای مهربان و هفت استاد عزیزم، بله، هفت نفر آقای مجرد آینه هدیه دادن. دیگه چی میدونی عزیز؟ آقا باقر عزیز بودن که بر اثر تصادف قطع نخا شدن، به لطف خدای مهربان و هفت استاد عزیزم شفا پیدا کرد. مرسی عزیزم. عبادت بر چی میخواه؟ برکت گشایی مینای عزیزم. خدای مهربان برکت تو زندگی بهت هدیه کنه عزیزم. مینای عزیزم، اجازه میدید یک دقیقه وقتتون رو بگیرم؟ وقت من نیست، وقت بیننده های منه جانم. اگه خیلی خلاص هست بفرمایید. میخواستم بگم که فقط ممنون میشم، میخواستم فقط بگم که این تلسم سیاه، این جادو، واقعا الان 10 سال گرفتاریم شدم با این حرفای شما، واقعا با ارزش، واقعا باید با طلا نوشت که تمام شامل زندگی من. آخه متاسف. لایک پروردگار کمکت کن عزیزم. نازنینم متاسفانه چی که شما میگید واقعا شامل حال زندگی من. متاسفانه زیادم، فقط تو تنها نیستی نازنینم. امیدوارم پروردگارم کمک باشه به یک به یکتون. متاسفانه میدونم بسیار یه آمار کلی گرفته شده عزیزم. شما در نظر بگیر فقط وقتم این نیست که بیام 2 ساعت اینجا بشینم برم. نازنینای من، میشه در 24 ساعت اگر بتونم 1 ساعت، 1 ساعت و نیم بخوابم، میگم امروز بسیار زیاد خوابیدم. تمام اینا داره تعییقات میشه. از زحمتاتون فداتون بشم الهی که پیش پروردگارم دستتون رو میروستم. دست استادای عزیزم رو میروستم. زنده باشی خواهر گلم. به خدا میسپرم. خدای شخص شما استادای عزیزم از ما نگیره. فداتون بشم. زنده باشید همیشه. دستتون رو میروستم برام بالا بشم. چشم عزیزم. خدا یار و نگهدارت. خدا حافظ. خدا نگهدار. خدای مهربان سلامتی و آرامش برکت رو تو زندگی بهت هدیه کنه و نازنینای من، نفست مشخصه که عزیزم دردمندی، درد کشیدی و دردمندا رو با تمام وجودمون احساسشون میکنیم و عزیزانی که عاشق نور الهی هن، گاهی این نوع عزیزا، نازنینای من، بیننده های گل من، این خانمو نفسش مشخص بود که چشه. شما ها متوجه میشین عزیزای من و شما در نظر بگیرین گاهی اینها سراشون رو بالا میکنن، میگن پروردگارم خدایا چرا؟ ولی نازنینم،
خدای مهربان برای تو دردسر ایجاد نکرده فدات شد. شاید این جواب برای خیلیاتون لازم داری. عزیزم پروردگار برای تو جادو درست نکرده. متاسفانه انسانایی که مثل من و تو هن برای تو این چنین کردن. از خدای مهربان، از پروردگار میخواین که این نوع شیادا از زندگیتون دور باشن و از خدای مهربان میخواین که اون شیادا، شیطان صفت ها، نازنینای من، مهر محبت الهی رو تو زندگی بهشون هدیه بشه، اونها هم تو قلبشون مهر داشته باشن. اونا چه کسانی هن؟ شما در نظر بگیر نازنینم، عزیزم، یه کسی که تمام زندگیش خلاف میکنه، دیگران رو ناراحت میکنه، ولی خودش هم هیچوقت خوشبخت نیست، خودش هم هیچوقت راحت زندگی نمیکنه. بس شما در نظر بگیر اون کسی که عزیزم میاد با هزینه‌ای میاد برای مثال شما میری میگی برای همسایه‌ام میخوام جادو بشه، اسم میبری، نشونه میبری و متاسفانه اون شخص، شما در نظر بگیر چقدر انسان دل سیاهی باید باشه که بدون اینکه همسایه تو رو بشناسه، بدون اینکه کینه ای از اون داشته باشه، بدون اینکه حادثه ای پیش اومده باشه بین این دوتا، نازنینم، فقط به خاطر مسئله مالی برات بله جادو میکنه، میده دستتو، میری و خوشحالم هستی و خدای من راستی اون قدمی که داری با جادو برمیداری برای یه خونه که بری یه خانواده رو ویران کنی، حالا در نظر بگیر اون قدم خودت چه احساسی داری، بهش درست فکر کن. این قدم اگه به سوی خیر برداشته میشد بهتر نبود؟ تو احساس خوشحالی بیشتری نمی کردی تا اینکه متاسفانه قدم به طرف نابودی یه انسان برمیداری. متاسفانه اینا زیاده. امیدوارم البته هر کدوماشون پای تلویزیون باشن سعی کنن خودشون عوض کنن. همیشه پروردگار خدای مهربان انقدر مهربانه که نازنینم در توبه همیشه بازه، ولی این چنین نباشه که توبه کنی و بعدش هم بشکنی. نه عزیزم، یک بار برو توبه کن، یک بار برو و خودتو عوض کن، مطمئن باش که زندگیم برای تو بهترینا رو میاره. خطی بگیریم با شما عزیزو باش. جانم بفرمی. سلام عرض کردم. الو سلام. سلام خانمم، حال شما خوبی نازنینم؟ جانم سلام خدمت مینای، خیلی ممنون. سلام دعای خدمت هفت استاد عزیز. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران، بله. به چه اسمی؟ دعا میخواستم به نام مهدی، بله. نام مادر خدیجه. هم معجزه ها بفرمی خانمم. سلمت خانم بودن که به خاطر ناراحتی قلبی در کنار نمی شدن، به لطف خدای بزرگ و دعای هر استاد عزیز شفا شامل حالشون شد. سلمای عزیز در کنار شدن، خدا رو شکر. عبادت برای چی می خواهی عزیزم؟ برای برکت گشایی. خدای مهربان برکت تو زندگی بهت هدیه کنه. خدا یارو نگه دارد عزیزم. خدا زنده باشی. جانم بفرمی. بفرمایید. سلام اینا خانم. سلام عزیزم، حال شما خوبی؟ بفرمایید. ممنون، قربونت. کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران، بله. به چه اسمی؟ به نام اعظم، نام پدر محمد حسین. هم معجزه ها بفرمایید. ترانه خانم که توسط فریده دختر خالش تلف شده بودن و بچه دار نمیشدن، بله. به کمک قدرت پنهان دعای سه ساعته گرفتم و لطف خدا و قدرت هفت استاد عزیز شفا یافتم و فرزندشون دو قلو شد. چیه خانمم؟ قبلا یه قلو بود؟ نه، به فرزند دو قلو فرزند فرزند دو قلو شدن. خب خانمم جملت کامل بگو دیگه. جملت شفا داره فرزند، گفتن که قدرت به لطف خدا و قدرت هفت استاد عزیز شفا یافتن. خدا نگهدار. این چنین داری میگی که عزیزم نازنینم، انگار که فرزندش قبلا یه قلو بود بعد دو قلو شد. نه عزیزم، اگه این چنین داری صحبت میکنی سعی کن برنامه علمی عبادی رو قشنگ دقت کنی، بهش درست صحبت کنی نازنینم. این خیلی برای ما مهمه. من واقعا یک موقع هایی خیلی صادقانه براتون بگم، میگم یک موقع هایی ممکنه استادای عزیزم برنامه رو دارن نگاه میکنن، ممکنه نازنینای من یک نظری هم میندازن به برنامه. خب عزیزم شما در نظر بگیر وقتی جملت رو این چنین میگی خود من خجالت میکشم، باور بفرمایید.
سعی کنیم که برنامه علمی عبادی سعی کنیم جملاتمون رو درست عنوان کنیم. منی که عزیزم مشکل زبان دارم سعی میکنم اگه تا حتی از یه راهی نتونم یه مسئله رو به شما برسونم، سعی میکنم به شکلهای مختلف سعی میکنم عنوان کنم تا شما عزیزای من متوجه بشید. بعد شما که نازنینم مشکل زبانم نداری، خب خیلی راحت میتونید صحبت کنید. پس امیدوارم به این مسائلم دقت کنید عزیز من. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. با عرض سلام و ادب خدمت شما مینا خانم. سلام گلم، حال شما خوبی؟ زنده بشی جانم. کشور عزیزم ایران. بله بله. عبادت میخواستم برای ریحانه، نام مادر محبوبه. از معجزه ها عزیزم؟ از معجزات قدرت پنهان پسر آقای طباطبایی بودن که دچار بیماری اعتیاد بودن که به نصف خدای مهربان بزرگ و دعای هفت استاد بزرگ و عزیز شفا پیدا کردن. زنده باشی. عبادت برای چی میخوای خانمم؟ برای برکت گشایی. خدای مهربان برکت تو زندگی به تدیه کنه. خدا یارو نگه. زنده باشی عزیزم. خدا یارو. من که شما و استادان عزیز گرامی سالم و سلامت. قربونتون برم، لطف دارین. خدا نگهدار عزیزم. خدا نگهدار. خدا حافظ. عزیزای من، گلای من خانم سغرا رو داریم از کشور عزیزمون ایران. البته الان دیگه در ایران نیستن. عرض کنیم خدمتتون دوباره، البته بله، اینی که به ما گفتن دوباره برمیگردن به کشور عزیزم ایران، ولی شاید یکی دو سال بعد، این چنین به ما گفتن. خانم سغرای عزیز این چنین بود که نازنینای من سرمایه گذاری کرده بودن برای شهر سوخته و باهشون تماس گرفتیم، بهشون گفتیم که خواهر گرامی یک مقداری باید با زمان با ما را بیای. بعد سوال کردن آخه چرا، چگونه؟ گفتیم باید یه مقداری با ما زمان و باید یه مقدار بیشتر به ما بدید. سوال کردن که آیا ما به مشکلی برخوردیم؟ گفتیم نه عزیزم، به مشکلی بر نخوردیم. الحمدالله. اگه خاطرتون باشه نازنینای من، برای شهر سوخته میگفتیم کمترین کسی که به گنجینه دسترسی پیدا کنه تا هفت پشتش بی نیازه و تمام اینا رو برای شما عزیزا عنوان میکرد. و این چنین بود که خانم سغرا با خیلی با تحمل و با میشه گفتش که مهربانی حرفو پذیرفتن و این چنین شد که نازنینای من گنجینش به دلیل اینکه بسیار بسیار زیاد بود. شما اجازه بدین که من، اگه امیدوارم که هنوز البته از نظر هزینه‌ای نتونستن برای گنجینش ارزش قائل باشن، به اصطلاح قیمت بذارن به دلیل بسیار زیاد. و اینو میدونیم که خانم سغرا الان، خانم سغرای عزیز، میدونیم که بسیاری انتیک فروشا مذهب خمونه که انتیک میخرن و موزه ها دورورش هستن و اینو میدونیم که تا حتی بعضی از موزه ها بهشون گفتن که ما الان در حال حاضر به شما 1 میلیارد دلار میدیم تا اینکه بعداً ببینیم که کی تصمیم میگیره چیکار میکنی. و خانم سغرای عزیز میفرمایند که فعلا با پیشنهادی که به من دادن، گفتم نمیخوام عجولانه رفتار کنم و خدا رو شکر میکنم که گنجینم به این با ارزشیه، ولی اگر میشه در حال حاضر به من فقط 100 میلیون بدین که من میخوام برای عزیزانم کمک باشه. و خانم سغرا نازنینای من کسانی رو داره در کشورهای مختلف، بستگانشن و میگن با وجود که مهاجرن ولی با سختی زندگی میکنن و سعی میکنم، این چنین داره برای ما عنوان میکنه، میگه بعد اینکه این گنجینم رو به فروش برسونم بعد 1-2 سال هیچ جای دنیا به زیبایی به عزیزی کشور عزیزم ایران نیست، بعد 1-2 سال برمیگردم، ولی 100 میلیون دلار الان فقط همین جوری بهشون دادن نازنینای من، به این دلیل هنوز کشورهای مختلف دارن میجنگن که این گنجینه با ارزش و خلاصه کی موفق میشه. شما عزیزا رو بی خبر نمیذاریم. و یه مسئله دیگه ایرم برای شما عزیزا عنوان کنم که نازنینای من، وقتی گنجینه های شما رو میخرن، حالا هر کشوری که میگیره، نازنینای من سعی میکنن بلافاصله نذارن تو موزه ها بعضیاشو که بسیار گرونه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که
هنوزم، یعنی گنجینه‌ای که تازه پیدا میشه، اینا معتقدن که توی زبونا هست و ما میذاریم که کاملا یه مقداری ازش بگذره، تقریبا بره به فراموشی که هرگز تو فراموشی نمیره، بعدن به توی موزه ها قرار میدیم. به این دلیل که توریست های بسیاری را میکشونه. و نازنینای من، این گنجینه ها به هر کشوری که میره شما در نظر بگیرین چه پشتوان بزرگیه برای اون کشور. انشالله که موفق و معین باشیم و امیدوارم که شما عزیزای من اینو در نظر بگیرید. وقتی شما به گنجینه نازنینم دسترسی میخوای پیدا کنی، باید تماما کاملا در نظر گرفته شه که تو صحیح و سالم به گنجینت دسترسی پیدا میکنی. انشالله که اون صبر و قرار خانم سقرارم اینجا میگیم که سپاسگزاریم از تحملت و انشالله که موفق باشیم. میدونیم که چند میلیارد نازنینم گیرت میاد، خدا رو شکر میکنیم. و انشالله خانم سقرا میدونیم که میگه که دلم میخواد در مشهد مقدس آسمون خراشی درست کنم فقط و فقط برای بچه های خیابونی که دیگه هیچ کدوم مشکلی نداشته باشن. ولی این آسمون خراش من وقتی درست کنم، خانم سقرا میفرماین، به هر بچه‌ای که هر طبقه رو دادم، هر آپارتمانی رو دادم، این چنین میکنم که سنتش هم به اسم خودش بزن. به این دلیلی که پشتبانه داشته باشه، بدونه که این خونشه. ما باسم میگیم خانم سقرا سپاسگزارم از تحملت و سپاسگزارم از لطف خدای مهربان که به تو چنین گنجینه بزرگی رو هدیه کرده. مبارکت باشه عزیزای من، گلای من. بریم به این دلیل که به دلیل بسیار با ارزش بودن خانم سقرا گنجینش، بریم یه 5 دقیقه رو برای خدای مهربان پروردگار قدردانی و سپاسگزاری کنیم، برگردیم و در خدمت شما باشیم. با اجازتون.